با مهمانم آقای محمد امین کریم، آگاه رابط بین الملک از فرانسه، روی خط اسکایپ با ماست. بس میکنیم کریم صاحب، سلام، خوش آمدید به خبر هشت. چرا آقای حکمتیار فکر میکنه که تعیین نماینده جدید برای افغانستان از سوی سازمان ملل تجربه تکرار یک تجربه ناکام است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و بیننده های برنامه وزینتان. درود بر خدمت شما. عرض بکنم که حزب اسلامی افغانستان تا به امروز و تا این دقایق که ما شما صحبت میکنیم، موقف رسمی در قبال گزارش و قطعنامه اخیر شورای امنیت اتخاذ نکرده، بلکه آنچه را که شما نقل قول کردین از یک مجلس داخلی امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان با مسئولین و متحدین حزب در سر تا سر دنیا بوده، در حقیقت یک بحث رایزنی. جای شک نیست که چنانچه خبرنگار شما فرمودن، ترجیح حزب اسلامی بنابر تجارب 50 ساله اخیر ای است که مشکلات فعلی افغانستان به بهترین وجهش از طریق مذاکرات داخلی بین الافغانی و بخصوص در رابطه بحران مشروعیت، از طریق ایجاد یک شورای بزرگ منتخب اسلامی که تمامی قضایای مهم افغانستان را تصمیم بگیره، بهترین و سهلترین راه حل است بدون مداخله خارجی. ولی مذاکرات بین الافغانی، آقای کریم شرف هم میخواییم عرفش مرقت کردم، با کی؟ سوال بسیار دقیق و جدی است. با ملت. مذاکرات بین الافغانی با ملت از طریق برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، سرتاسری که منجر به ایجاد یک شورای بزرگ اسلامی شود، امارت اسلامی طالبا با ملت خود از طریق نماینده های منتخبش به مذاکره بپردازه، به تفاهم بپردازه و این تفاهم منتج به ایجاد یک قانون اساسی مورد پذیرش ملت افغانستان و تصمیم در مسائل بزرگ ملی از جمله بیرق و سرود ملی و چگونگی ساختار نظام شود. این ساده ترین و بهترین و معقول ترین راه بیرون رفت از بحران فعلی است که هم مشروعیت داخلی را مشکل شرف میکنه و هم بهانه دیگه برای جهانیان و کشورها باقی نمیگذاره تا در امر به رسمیت شناختن نظام تعلل و تردید بکنه. و رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار از انتخابات در افغانستان اعلام حمایت میکنه و این روند را تایید میکنه؟ از تاریخ از بعد به تأسیس حزب اسلامی افغانستان 54 سال قبل تا امروز، یک اصلی که حزب اسلامی همیشه بر او تاکید کرده و در هر شرایط، حتی در شرایط بسیار بد انتخابات قلابی رژیم گذشته، بر این اصل پایدار است و یگانه راه حل، یگانه راه گرفتن قدرت و نشستن بر سریر قدرت انتخاب ملت افغانستان بود. پس امارات اسلامی بارها این موضوع را مطرح کرده که انتخابات نمیشه چون امارات اسلامی از بطن مردم است و مردم بوده که امارات اسلامی را به قدرت رسانده. پس فکر نمیکنید که به نحو این مورد با بنبست مواجه است؟ ما در رابطه با ادعای تنظیم امارت اسلامی طالبا حرفی گفته نمیتونم، چون که مطلب قابل ثبوت نیست. بر از اینکه مطلب به اثبات برسه، امو طوری که تنظیم امارت اسلامی طالبا مدعی است، به حق یا به ناحق، من در این رابطه قطعا قضاوت نمیکنم، که از اعتماد ملت برخوردار است، حد اقل اقتضای از این ادعا و قسمت دوم از این اقتضا به اصلاح شرط مکفیش است که تنظیم امارت اسلامی طالبا هم بر ملت خود اعتماد بود. درست، ولی دلیل این که انتخابات پذیرفته نمیشه سوی امارت اسلامی چی بوده میتونه آقای کریم؟ ما تا به حال استدلال دقیق چی از نگاه شرعی و چی از نگاه سیاسی در این رابطه از طرف بزرگان تنظیم امارت اسلامی طالبان نشنیدیم. صحبت ها و تبصره های شده که بر استدلال شرعی و حقوقی و عرف فعلی جهان استوار نبوده. اگر قرار به این باشه که ما قانون اساسی داشته باشیم که مهمترین مشکل فعلی جامعه افغانستان است که حقوق انسانی، حقوق زنان، ساختار دولت مشخص بکنه،
و اگر تنظیم امارات اسلامی طالبان خودش قانون اساسی بسازه و یک تعداد مردمی را دعوت بکنه، حالی 1,000 یا 10,000 به نام هر اسم و مسمای اونا را بخواه، یک کاری میشه که هم ملت افغانستان و هم دنیا میگن که خود کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش و حلال مشکلات فعلی افغانستان بوده نمیتونه. درست. ما از طرح سازمان ملل متحد رد نکردیم، بلکه در صحبت‌هایی که در میان مسئولین حزب بودی دو مطلب بود. یکی که تجارب گذشته سازمان ملل متحد برای بیرون کشتن افغانستان از بحران کوتاه تا مثبت بلکه عمدتاً منفی بوده، و دوم در اونجا ابهاماتی است. من شخصا تشکر در این گزارش هم داشتم و ابهاماتی است که تا زمانی که روشن نشده حزب اسلامی در این رابطه قضاوت فرصت تمام است. بسیار تشکر آقای محمد امین کریم، آگاه روابط بین‌الملل از فرانسه را خط کرد با ما بودم. سپاسگزارم.